بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده و مهربان السلام علیکم دوستای عزیز خوب هستین شب و روزتان به خیر میگذره امید دارم که همگیتان خوب و خوش و صحتمند و آرام باشی و به با امی امیدواری درس امروز خدا شروع میکنیم خوب دوستای عزیز درس گذشته حرف چی کدام کدام حرفا رو خواندیم حرف حرفایی که بودن که عین شکل و هم شکل بود اما از لحاظ نقطه گذاری بگوین ای کدام حرف است حرف جیم چند نقطه داره چند نقطه بله یک نقطه در کجای خود در قسمت وسط خود آفرین بعد از حرف جیم کدام حرف میایه حرف چه آفرین چه چند نقطه داشت سه نقطه بله حرف هی بیچاره رو ببینیم که هیچ نقطه نداشت دیدین؟ بله بعد از هی. كدام حرف هی کدام حرف؟ کدام حرف؟ بلی حرف خی ببینین حرف هی جیم چی؟ هر کدامش عین شکل داره اما حرف هی دیدیم که هیچ نقطه نداشت اما حرف خی یک نقطه در کجای خود؟ در بالای خود داره خب دوستا قبل از اینکه درس شروع کنیم من اینجا براتون یک تصویر نشان میدم کی تصویر چی است این تصویر مشناسیم و خانه هایتان بسیار زیاد دیدین آها آوازشان به گوشتان آشنا است کدام آواز داره قو قو قو, قو. بله خب آلی ای خراسک است خروس ما و شما چی میکنیم برش یک ترانه میخوانیم بیاین که یک جای همراه ما یک ترانه به این خروس خود بخوانیم. خروسی خوش صدای من تو میخوانی برای من سرت تاج تلا دارد پرت رنگ هنا دارد سرود صبح میخانی بخوان شیری که میدانی یک بار خروس خوش صدای من تو میخوانی برای من سرت تاج تلا دارد پرت رنگ هنا دارد سرود صبح میخوانی بخوان شیری که میدانی شیر خروس کدام شیر است چی میگم قو قوقو قو, قو, قو. بله ببینین این خروس تصویر خروس است که چقدر مقبول است چقدر تاج مقبول سرخ داره پرهایش چقدر زیبا و قشنگ است در خانه هایتان هر کدامتان داری نه مرغک که ماکیان می باشد که تخم میگذاره و دیگه خروس است که چی میکنه آزان میتو و صدا و بانک میزنه قوقو قو قو میگه خب دوستا خدا کنه که خروس ها را برشان دانه و غذا برشان یگان زرگک پرتین و آزارشان نتی خب دوستای عزیز حالا شروع میکنیم به درس خواد درس ما کدام حرف بود؟ بله حرف خی حرف خ خی خب ببینیم که حرف خی گفتیم از لحاظ شکل به شکل پوره و نیمام نوشته کرده میتونیم یعنی در کلمات میتونیم که از حرف خی پوره و از حرف خی نیمه استفاده کنیم و آواز حرف خی ببینین خ خ از کدام قسمت دهانتان حرف خی خارج میشه خ خ میبینیم که این هم به یکی تماس نمیخوره اما آواز از قسمت اخیر گلونتان می خ خ خ و آوازش گفتیم قسم حرکات بسیار خفیف داره خ خ خو خ خو خ مثلا ببینین در اینجا آ آ حرکت زبر است خرگوش خرگوش ببینین تصویرم داریم از خرگوش خرگوش خرس خرس خروس خروس دیدیم که در حرفای خ دیدیم که حرف امو حرف است به شکل نیمه امو آوازش کمی تغییر کرد دیدین خ، 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 خ،, خ خ خ خ خ خ و خو خرگوش خرس و خروس از لحاظ موقعیت میتونیم که حرف خیره به سه قسمت کلمه نوشته کنیم یعنی به قسمت اول کلمه به قسمت وسط کلمه و به قسمت آخر کلمه میتونیم نوشته کنیم ببینیم قسمت اول کلمه خ ر ب واو زی ای گردک چی میشه؟ حرفا رو یک جای آها خر بله چه تو خربوزه میگم خوش میشین ها خوش داره نه خربوزه را مزی شیرین داره و بسیار زیاد خوش داری شما قندولکا خربوزه دیدیم که حرف در کدام قسمت است در شروع حرف کلمه خ حرف خی به صورت نیمه آمدم خب دوستای عزیز با کلمه دیگه ببینیم سین خ یا سین خ یا دیدیم که اینجا در قسمت وسط کلمه کدام حرف آمده حرف خ سخی سخی دیدیم در قسمت واسط کلمه حرف خی به شکل نیمه آمدم ف ر خ ف ر خ فرخ فرخ ببینیم. بی حرف خی در کدام قسمت آمده؟ آفرین شاباس حرف خی در قسمت آخر کلمه آمده حرف خی در قسمت آخر کلمه فرخ آمده که در قسمت وسط و اول کلمه دیدیم که شکل نیمه بود اما در قسمت آخر کلمه شکل حرف خی چی شد؟ پوره آمده فراخ خب حالا میخواهیم به حرف خی چند کلمه بسازیم و او را هجا بسازیم و یا هجا کنیم حرف خی نیمه داریم میخواهیم به حرف خی چند کلمه بسازیم به طور مثال خی و بی خی و بی کدام کلمه میشه؟ ها حرف را جای بسازیم نوازه بله خوب اینال پس حرفش برای من بگوین خی شاباز کدام حرف است؟ بله واو ب آفرین وقتی که نمی حرفا را یک جای بسازیم ببینیم بی خوب خوب خ خوب خ ر ببینین بی خ ر ب بی واو زی ای گردک چی میشه؟ خر بوزه ببینیم وقتی که نوشته نکنیم خ خ خر بوزه باش نقاط عزیز خ خ وقتی که خی گفته بودیم امر الف باشه یک هر با آوازش به طرف کجا میره بالا خ الف خا ببینیم کاف امروز چی شد؟ خاک کدام کدام حرف است؟ خ خی، الف، کاف دیدیم که از سه حرف تانستیم یک کلمه خوبش بسازیم خاک خب حالا هجا می کنیم می بینیم که چند هجا داره کلمه هایی که ما درست کردیم خوب خوب چند هجا؟ آفرین یک هجا شباز خر بو ز، چند هجا؟ دو هجا؟ نه سه هجا خر سه کنیم خر بو زه سه هجا بله خاک خاک چند هجا؟ یک هجا آفرین این حالا فامیدین خوب خربوزه خاک خوب دوستکای قندول اطفال نازنین و دوز داشتنی حال یک بار هم در صد تکرار میکنم بخاطر ازی که خوب توجه کنین و به دقت زیاد توجه کنین و بشناسین حرف خیره بخاطر خاطری که مثال شما در کتاب هایتان میبینین حرف خیره میبینین در کتابتان و یا دگه کتاب های قصه در لوحه ها چی میکنین؟ حرف خیر دیدین باید بشناسین که اینی حرف خیر است ای چی قسم شکل داره و شکلش چی بود در سر خود یک نقطه دارد اما هم ام شکل جیم چه ه است اما از لحاظ نقطه گذاری چی داره فرق داره دیدین که حرف جیم یک نقطه داشت حرف چه سه نقطه داشت حرف هی بیچاره هیچ نقطه نداشت اما حرف خی میبینیم که چقدر مقبول در سر خود مثل تاج یک نقطه داره خب خواندیم و حرف آوازهای حرف ما خ خ خ خ خوب خوب مثلا خرگوش خرگوش دیدیم که حرف خی حرکت بسیار خفیف خ خرگوش ده کلمه ببینین خیلی سین خ خرس و هر کلمه خ خ خروس خیلی و سین اما شکل آمده منتها در قسمت لحاظ از لحاظ آواز چیست فرق داره مثلا خروس خروس و از لحاظ موقعیت اطفال نازنین میتونیم که حرف خیره سی قسمت کلمه یعنی به اول کلمه در قسمت وسط کلمه و در قسمت آخر کلمه استفاده کنیم ببینید خربوزه دیدین ده؟ کلمه خربوزه حرف خی به صورت به شکل نیمه آمده و در قسمت اول کلمه در قسمت کلمه سخی ببینید سین خی یا سخی در قسمت وسط کلمه آمده و در قسمت آخر کلمه ببینید ف ر خ ف ر خی فرخ, فرخ. دیدم که حرف خی به شکل چی آمده؟ به شکل پوره آمده و در قسمت آخر کلمه از این معلوم میشه که ما میتونیم در قسمت اول کلمه در قسمت وسط کلمه و در قسمت آخر کلمه از حرف خی کار بگیریم خواستیم که به حرف خی چند کلمه بسازیم ببینین خی به شکل نیمه هست خی و بی خوب خی ری بی و زی اگردک خربوزه خیالف کاف خاک خاک خوب خربوزه خاک خوب دوستک قندول اطفال نازنین دوست داشتنی ای بود درس امروز ما خدا کنه که خسته نشده باشین نیمه باور دارم سر شما که همه بسیار بسیار دخترک و بچه خوب و لایق هستین هیچ وقت از درس خستن نمیشین و ترانگکایی را که خاندم برتان او ترانگکا را ازیاد کنین و کار خانگی یک صفحه حرف خیره نوشته میکنین در کتابچه در های دریتان دو ستون میکشین در یک ستون حرف خی به شکل پوره و به شکل نیمه حرف خیره نوشته میکنین و چهار کلمه که حرف خید او کار گرفته شده باشه انجام میتین پیشتان یاداشت میکنین درست است؟ آها خب همه که شما را اطفال نازنینه و خداوند یکتا و متعال میسپارم شب و روزتان خوب و خوش بگذره خدا حافظ